همکارم هارون نجفی زاده که این گزارش رو برای ما تهیه کرده الان از دوشنبه به ما پیوسته. هارون خوش اومدی به برنامه امروز. از همینجام بگیم که سال نو پیشا پیش مبارک به تو باشه. الان تو به عنوان یکی از همکارای افغان ما از سرزمین بزرگ نوروز رفتی به تاجیکستان. چه شباهت‌هایی می‌بینی بین نوروز در افغانستان و نوروز تو تاجیکستان و البته ایران؟ سلام بر شما و به کامیار عزیز و نوروز تمام مخاطبان ما مبارک باشه. نوروز در تاجیکستان در واقع تفاوتی که با ایران و افغانستان داره این است که بزرگترین نماد فرهنگ ملی تاجیکستانی هاست. در اینجا اینم جشن مردمی است که در سطح روستا و شهر برگزار میشه و هم یک جشن بزرگ رسمی دولتی است. یعنی دولت از چند هفته وقت میگذره، برنامه ریزی میکنه و برای برپا کردن نوروز با اون شأن و شوکت و عظمتش آمادگی میگیره تا در واقع آیین‌های کهن فلات ایران را دوباره زنده کنه و این هم شروع میشه از آراستن سفره‌های نوروزی، سمنوپزی، بازی‌ها و نمایش‌های نوروزی، چراغان کردن شهر دوشنبه و دیگر جاها و به همین ترتیب را انداختن قوال و مطرب و مغنی و رقاص. هارون، همین که گفتی در تاجیکستان یک اسم دیگه‌ای برای نوروز دارن به اسم جشن بزرگ و این سالهای گذشته هر روز بزرگتر هم شد، دست کم در 30 سال گذشته که اجازه جشن نوروز رو داشتن. تو یه تجربه داری چقدر این بزرگی به چشم میاد، مخصوصا امسال که سال خیلی سختی هم بود برای همه؟ این بزرگی امسال تفاوت داره با سالهای دیگر، اما معانه نشده که مردم تاجیک به دنبال برگزاری جشن نوروز باشند. شما در رسانه‌های تاجیکستان، در فضای مجازی، در خانواده‌ها، در میان مردم، در میان فرهنگی‌ها، در تئاترها و همینطور در سطح شهر، چنانچه در گزارش دیدن، به دنبال برگزاری جشن نوروز میرن و در واقع این هویت تاجیکی گره زده شده به نوروز و آیین‌های ایرانی. شاید ممکن در شرایط اضطراری کنونی در جهان یک مقدار از اون عظمت برگزاری جشن نوروز کمتر شده باشه، ولی خب جشن برپا است. همین امروز ما در دست کم 3 تا جای رفتیم که مردم سرگرم جشن خودجوش نوروز بودن. هارون، نمیشه از نوروز حرف بزنیم و از خوراکی ها و خوشمزه هاش حرف نزنیم. تو این مدتی که اونجا بودی چه چیزی معمول هست در تاجیکستان؟ چه غذای ویژه‌ای میپزن یا سر سفره هاشون چی میذارن؟ شاید بهتر از بگیم چه غذایی را نمیپزن. شما هر نوع غذایی که در میان مردم ایران و افغانستان و در اون مناطق فلات ایران میبینن اینجا هم رایج است. 7 سین، 7 چین و همینطور 7 میوه و سفره های رنگین نوروزی که در سطوح مختلف جامعه دیده میشه و پشتیبانی دولت رو هم داره و این هم همراه است با شعر و سرود و تئاتر و نمایشنامه که و همینطور داستانگویی و داستان پردازی که میشه در جا جاش دید. و واقعش هم این است که حتی تهدید ویروس کرونا باعث نشده که این غذاها پخته نشه و ما از این غذاها صرف نکنیم. ممنونم از تو همکارم هارون نجفی زاده از دوشنبه.